گزارش ها که از آن است در حادثه غرق شدن قایق حامل مهاجران در آبهای سوریه تا کنون جسد دست کم 77 هفت نفر از میان آب بیرون کشیده شده و مقامات سوری از عصر دیروز پنجشنبه عملیات یافتن جسد قربانیان این حادثه را در آبهای منطقی ترتوس آغاز کردند نجات یافتگان این حادثه اعلام کردند که این قایق چند روز قبل از منطقه المنیه واقع در لبنان حرکت خود را آغاز کرده و 120 تا 150 سرنشین داشته است. مهاجران عازم اروپا بودند و به گزارش روزنامه الاوسط گفته شده سرنشینان این قایق از ملیت‌های مختلف بودند و عملیات جستجوی مفقودین همچنان جریان دارد.